سوال شماره 25. هر جانور دارای جای خالی است؟ قطعا جای خالی برخلاف جای خالی وجود ندارد. جای خالی وجود ندارد. دومی چون خورده برخلاف یعنی وجود دارد. این تستا رو یاد بگیر. الگوریتمش این شکلی. میگه هر کی متانفریدی داره. آقا کیا متانفریدی دارن؟ متن کتابو ببینید. بیشتر کرم‌های حلقوی نظیر کرم خاکی و نرم‌تنان سامانه دفعی متانفریدی دارند. خب آقا نرم‌تنان مثلا حلزون اینا داستانش این شکلیه. الان کرم خاکی مگه متانفریدی نداره؟ چرا؟ قطعاً چینه‌دان برخلاف تنفس ششی وجود ندارد. کرم خاکی چینه‌دان نداره؟ چه حرفیه؟ دو، حالا مثلا تو اون نرمتنا مثلا چه میدونم حلزونه لیسه ما تنفس ششی هم داشته باشه، سیستم گوارششون رو نخوندیم. دو، در هر جانوری که دارای قلب سه حفره‌ای است، دوزیست بالغ، قطعا قدرت راست‌روده‌ای، قدرت راست‌روده‌ای مال کی بود بچه ها؟ بگو. میگفتیم ماهیان قدروفی علاوه بر کلیه مثلا کوسه ماهی، سفره ماهی ها، اینا قدرت راست‌روده‌ای هم دارن که تو دفع نمک بهشون کمک میکنه. خب قطعا قدرت راست‌روده‌ای برخلاف ماده مخاطی لغزنده در سطح پوست وجود ندارد. کاملا درسته. چرا آقا؟ چون قدرت راست‌روده‌ای که گفته مال ماهیان قدروفی بود، کاری نداریم. اما سطح تنفسی باید مرطوب باشه. بچه‌ها مرطوب نباشه اصلا گاز تنفسی توش گیر نمی‌کنه که بدام بیفته کشته بشه تو سلول. سه، هر جانوری که دارای تنفس پوستی است، قطعا گردش خون مضاعف برخلاف سامانه پروتونفریدی وجود ندارد. آقا تنفس پوستی، کرم خاک، دوزیستان، مشکل نداره که، دو تا نمونه تنفس پوستی، قطعا گردش خون مضاعف برخلاف جای خالی وجود ندارد. خب گوش کن، برخلاف چی؟ سامانه پروتونفریدی وجود ندارد. آقا الان دوزیستان گردش خون مضاعف دارن یا ندارن؟ دارن دیگه، قلبشون سفره یه دیگه رو ندارن. خب حالا چهار، پیچیده ترین شکل کلیه خزنده، پستاندار، پرنده، این سه تا پیچیده ترین شکل کلیه رو دارن. قطعا تنفس آبشوشی برخلاف یاخته های خونی قرمز هسته دار بالغ وجود ندارد. آقا کی گفته یاخته خونی قرمز هسته دار بالغ در همه پستانداران وجود داریم؟ میگیم بسیاری از پستانداران اتفاقا گلوبول قرمز هسته شاید دست میده. لذا گزینه 4 هم غلط. 26 میگه چند مورد از موارد زیر در مورد کرم خاکی درسته. الف، نوعی کرم حلقویه، بله. ب، قلب اصلیش نوعی رگی، بله، همون رگ پشتیش هم هست، تو سطح پشتیشه، درست شد. دارای متانفریدی، بالا بررسی کردیم تست قبلی، درست. دارای تنفس پوستی، تست قبلی بررسی کردیم، درست. چینه‌دان و سنگدان هم که داره، درست گفتیم، معده نداره، لذا گزینه 1 همش درست. آها، باز دوباره در مورد ملخ میگه اندام جای خالی ملخ همونند جای خالی انسان عمل میکنه. خب آقا من میگم تو سری سرزر جواب بدیم. نگاه کن، روده بزرگ انسان مگه کارش جذب آب نبود؟ چرا؟ راست روده ملخ هم کارش همین بود دیگه. گزینه 4 بررسی کنیم. چینه‌دان ملخ همانند مریه عمره، ما مری غذا رو میده پایین، ما تو چینه‌دان تو ملخ ذخیره داریم، شروع به اصطلاح نرم شدن غذا رو داریم که تو مریمون نداریم. دو، روده ملخ همانند دوازده انسان عمل میکنه. خیلی، روده ملخ که معده ملخ کار اصلیش رو انجام میده، معادل دوازده هست. معده ملخ معادل روده باریک ما یا دوازده ما. سه غلط، لذا 4 گزینه درسته. بریم سراغ تست شماره 28. تست شماره 28 رو نگاه کنید بچه ها، در مورد پرنده دانه خاره. خب شما پرنده گوشت خار هم داریم و پرنده همه چیز خار مثل مرغ خانگی، گوشت خار مثل عقاب. پرنده دانه خار هستش، خیلی هم مهمه. میاد داخل مری، بعد این بزرگه چینه دانشه. بچه چینه دان کمک میکنه که تون تون غذا رو یه بار بخوره، خیلی انرژی صرف نکنه واسه جذب غذا، بعد خیلی راحت واسه خوردن غذا، بعد خیلی راحت آروم آروم تو چینه دان میده واسه عقب‌تر.
معدهش خیلی چیز تابلویه تو بدنش، یه خیلی قطرش کمه و در بین چینه‌دان و سنگدانه. اینجا تو این جکوجون برای که خوندیم معده چون قبل سنگدانه آنزیمای گوارشی تو سنگدان هم دیده میشه. خب بعد سنگدان یه عظم بزرگیه که در امتداد کبدش قرار داره، کبدش وصل میشه به روده باریکش و در انتها هم روده بزرگ و مخرجش رو ما داریم. ببینیم چی میگه. میگه سنگدان از معده کوچیک‌تره. همینجا غلط شد، تموم شد. دو شکل دیدیم میگه سنگدان بزرگتر بود. همانند کرم خاکی معده‌اش داره سه لایه ماهیچه طولیه. اینم غلط شد. سه تا لایه ماهیچه اصلا نداریم ما تو معده پرنده. بعد سه تا لایه ماهیچه رو ما تو معده انسان داشتیم، طولی، حلقوی، مبرم. خب سه، تامین انرژی با دفعات کمتر تغذیه با کمک چینه‌دان ممکن شده. بله همین الان گفتم. میخوره نگه میداره، آروم آروم میده واسه گوارش. چهار، معده از بخش عقبی سنگدان تشکیل میشود و دارای ساختار ماهیچه است. غلطه، سنگدان از بخش عقبی معده تشکیل میشود و دارای ساختار ماهیچه ای. این تست شماره 28. سوال شماره 29 میگه چند مورد عبارات زیر رو به درستی تکمیل میکنه. میگه تو شکل زیر، خب دستگاه گوارش، چینه‌دان، معده، سنگدان، کبد، روده باریک، روده بزرگ و مخرج. بخ معادل بخش دستگاه گوارش است که جای خالی. خب یک میشه چی بچه ها؟ چینه‌دان. معادل بخش دستگاه گوارش در ملخه که جایگاه شروع گوارش شیمیایی برخی از مواد غذایی. خیر، ما توی ملخ گوارش شیمیاییمون توی بحث همون صفات آروار مانند و دهان و غدد بزاقی که آمیلاز داره شروع میشه. یک غلط، هیچ. دو شکل شماره دو، معده معادل بخشی از دستگاه گوارش انسانی که جایگاه ترشح انواعی از آنزیم‌های گوارشی و جذب برخی مواد است. بله برخی از داروها تو معده جذب میشه. معدهش شماره دوش، معدهش معادل همون معده ما که دقیقا تعریفی که در مورد معده آورده درست. سه میشه سنگدان. میگه سنگدان معادل بخشی تو کرم خاکیه که دیاره دیواره ماهیچه‌ایه و از بخش عقبی معده تشکیل شده. غلطه بچه، سنگدان اصلا تو کرم خاکی ما معده نداریم که میگیم سنگدان از عقب معده است. اینم غلطه. چهار، میگه شماره چهار روده بزرگش معادل بخشی تو انسانه که در آن مقدار ویتامین محلول در آب به محیط داخلی بدن وارد میشود. آره، اگه ویتامین چیزی مونده باشه تو آب از طریق روده بزرگ میتونه جذب بشه. کما اینکه حالا نمیدونم بهتون گفتن یا نه، قدیمتر هم گفته بودن این باکتری هایی که توی روده بزرگ وجود دارن سلولوز و اینا رو که تجزیه میکنه این مقدار ویتامین هم تولید میکنه که اون ویتامینا جذب میشه و وارد خون میشه. پس چهار درسته، دو هم درسته، یک و سه به دلایلی که عرض کردیم غلط. تست بعدی میگه محلول معرفه نشاسته لوگول است که آن را به رنگ آبی در میکید. یه حفظیه توی فعالیت کتابتون هم بوده. این از تست شماره 30. یک سوال کاملا حفظی بر مبنای فعالیت کتابتون براتون آوردیم که میگه در مراحل تشریح شش گوسفند مشاهده میکنیم که در نای گوسفند جای خالی دو نایجه اصلی یک انشاب سوم وجود دارد که به شش جای خالی وارد میشه. دقیقا توی فعالیت میگه اینو میتونیم همینجا حفظ کنیم. در تشریح شش گوسفند دقیقا قبل از دو تا نایجه اصلی یک انشاب سومی وجود داره که این دقیقا وارد شش راست میشه. لذا گزینه چهار رو ما به عنوان پاسخ صحیح یاد میگیریم. اینو میتونیم همینجا دیگه یاد بگیریم، قال قضیه رو بکنیم بره پی کارش. 32. این تست خیلی تست جالبیه. میگه در نوعی از تنفس که بعد از یک دم عادی حدود 3000 میلی لیتر هوا وارد شش ها میشود. خب دقیقاً تعریف هوای ذخیره دمیه. ماهیچه دیافراگم برخلاف ماهیچه بین دنده خارجی در حال انقباض است. خب بچه ها، ماهیچه های دم ما یکیش خب دیافراگم که با انقباض خودش احالت گنبدی میشه مسطح، قفسه سینه رو میاره بالا، جناق میاد به سمت بیرون. حالا ماهیچه های بین دنده خارجی حجم قفسه سینه رو زیاد میکنن، اما تو بازدم ماهیچه بین دنده داخلی باید بره تو. نگاه کن اینجا بیرونه، تو بازدم میاد تو، قفسه سینه میاد به سمت داخل، دیافراگم که حالت مسطح میشه گنبدی، قفسه سینه میاد پایین.
پس توی دم قفسه سینه بالا و جلو، تو بازدم عقب و پایین. پس ببینید ماهیچه بین دنده خارجی هم در حال انقباض در دم، حالا چه دم عادی چه دم عمیق، چون گفته برخلاف غلط میشه. دو، میگه ماهیچه های مؤثر در فرایند تنفسی موجود در زیر پرده دیافراگم به حالت استراحت در می آید. بچه ها خب ماهیچه شکم ما خوندیم که در انقباض شدید فعالیت داره، این شکل کتابتونه که یه نکته خیلی مهم داره حتما بهتون میگم. اینجا بالاتر هایناش ببین چی میگه. میگه تو بازدم عمیق انقباض ماهیچه های بین دنده داخلی و نیز ماهیچه های شکمی به کاهش حجم قفسه سینه کمک میکنه. میگه بازدم عمیق، اینجا ما دم عمیق رو داریم، پس این ماهیچه ها در حالت استراحت هستند، نه اینکه به حالت استراحت در می آیند. از این دلیل و از این برهان گزینه دو غلط میشه، نه که به حالت استراحت در می آیند، در حالت استراحت هستند، می باشند. اینها فقط در حالت انقباض عمیق، اصخه میکنم در حالت بازدم عمیق وارد فرایند انقباضی میشن. سه، ماهیچه ای که در تنفس آرام و طبیعی نقش داره دیافراگم مسطح بوده و جناق به عقب رانده می شود. دوباره چی شد؟ غلطه. تو دم بالا و بیرون. فشار وارد بر اندام هایی که توسط پرده سفاق به هم متصل شدن خب سه تا که غلط بود، خب میشه چهار. نکته کجاست؟ نکته اینجا اینه. ببین شما وقتی که دم عمیق رو انجام میدی، این دیافراگم وقتی مسطح میشه به کل محدوده شکم داره فشار وارد میکنه. اندام هایی که توسط پرده استفاق به هم وصل میشن میشه ماهیچه های داخل حفره شکمی، پس در دم شدید فشار به اینها میاد، چون باید بده تو دیگه شکم رو. تو دم عمیق ببین دم عمیق الان انجام بده، ماهیچه های شکمی یه مقدار اومده تو به حفره شکمی داره فشار وارد میشه. لذا گزینه چهار پاسخ صحیح ماست. خب آتا یادم نرفته من این نکته‌ای که می‌خواستم بهتون بگم رو عرض کنم خدمتتون. توی نمودار کتابتون یه چیزی رو خیلی از بچه‌ها اشتباه می‌کنن به تجربه. میگم که دقت کنید. بهشون میگم آقا هوای جاری رو تعریف کنید. میگه مجموع هوای دم و بازدم عادی رو میگیم هوای جاری. غلطه. ببینید دم یا بازدم عادی، چون ما توی کتاب می‌خونیم که حدوداً 500 سی سی یا 500 میلی لیتر حجم هوای جاریه. ببینید از 2500 تا 3000 تقریبا نصف است دیگه، تقریبا این رفته بالا، این هم میزان دم و بازدم عادی بچه با هم برابره. خب پس یا دم یا بازدم عادی، نگاه بفرمایید لطفا. میگه که مقدار هوایی که در یک دم عادی وارد، یا این یا را تو رو خدا خط بکشید، من به تجربه دیدم خیلی از بچه ها همین یا تو ذهنشون، نمیدونم چرا، حالا اشتباه ما معلم ها بوده تو بیان یا خودشون متوجه نشدن، هر چیزی این رو و میگیرن. در یک دم عادی وارد یا در یک بازدم عادی خارج میشود حجم جاری، بدن این حجم جاری رو ضرب در تعداد تنفس در دقیقه بکنه میشه حجم تنفسی در دقیقه. تو رو خدا به این یا دقت کنید، همین رو غلط بگیری تا ته قضیه رو اشتباه میری. خب سوال شماره 33 میگه بیشترین حجم ششهای انسان مربوط به چیه؟ خب مربوط به کیسه های حبوبکی یا کیسه هواییه. میگه مربوط به ساختارهایی است که قسمت های مشابه تار عنکبوت را در ششها ایجاد کرده است. خیر کیسه های حبوبکی شبیه به تار عنکبوت نیست، شبیه به بافت اسفنجی در ششها ایجاد میکنه. یک، غلط متن کتاب. دو، بعضی از یاخته های آنها با ترشحات خود می توانند سبب کاهش نیروی کشش سطحی آب شوند. خب بله دیگه، کیسه های حبابکی یاخته های نوع دوش و یاخته های حالا به اصطلاح خاصی که داره میاد سورفاکتانت یا عامل سطح داخلی ترشح میکنه، حتی در واقع میشه سارفیس اکتیو ایجنت. خب که عامل سطح داخلی کمک میکنه نیروی کشش سطح آب از بین بره و ریه ها کیسه های حبوبکی به هم نچسبن. اما میگه که بخش های دارای انشعاب را در شش، خب این که واسه نایجک هاست،
و کلا بخش هادیمون متعلق به بخش هادی بوده، اینم غلطه. حبابک ها مرتبط هستن با بخش مبادله ای. عزیزان دل، سوال شماره 34. خب دقت کن، میگه به طور معمول جای خالی در خون انسان ممکنه جای خالی. خب آقا کاهش اکسیژن میگه باعث کاهش مصرف مولکول ADP در یاخته ها شود. گفته ممکن نیست این اتفاق بیفته. آقا واکنش تنفس سلولی بره جلو ذهنت، گلوکوز اکسیژن با همدیگه اختلاط میشد، قاطی میشد، مصرف میشد، تهش آب و کربون دیوکسید درست میشد به علاوه ATP. سال 12 هم خوندی در شرایط آزمایشگاهی یاخته یوکاریوت، نمیدونم همه چی ایدئال باشه، حد اکثر 30 تا ATP اندازه‌گیرا نشون داده که میتونه تولید کنه. حالا متن کتابتون فعلا میگیم که آقا به طور معمول کاهش اکسیژن قطعاً باعث کاهش تولید ATP خواهد شد، چون تنفس سلولی کم میشه. تنفس سلولی کم بشه چه اتفاقی میفته؟ ببین ATP که قرار تولید بشه از ADP استفاده میشه، فسفات بهش فصل میشه، میشه ATP. پس دقیقاً کاهش اکسیژن واسه کاهش مصرف ATP ADP خواهد شد. یک خط. دو، افزایش کربون دیوکسید با مصرف اکسیژن و تولید آب همراه باشد. گفته ممکن نیست این اتفاق بیفته. عزیزم گزینه دو دقیقاً داره واکنش تنفس یاخته رو نقض میکنه. گلوکوز و اکسیژن مصرف میشه، آب و کربون دیوکسید تولید میشه. اگر کربون دیوکسید بیشتر داره تولید میشه، اکسیژن داره بیشتر مصرف میشه، آب هم داره بیشتر تولید میشه. دو هم چرت. سه، میگه کاهش اکسیژن باعث افزایش جذب گلوکوز در مخاط روده شود. ممکن نیست این اتفاق دوم بیفته. بله گلوکوز و حالا بیشتر آمین اسیدها هم انتقالی بود جذبش. هم انتقالی هم بهت گفتم به طور غیر مستقیم ATP میخواد. چرا؟ چون باید پمپ سدیم پتاسیم کار کنه که شیب غلظت سدیم به وجود بیاد که گلوکوز باش هم انتقالی کنه بیاد تو. پس اگه ATP کم بشه شیب غلظت کم میشه، شیب غلظت کم بشه جذب گلوکوز کم میشه. سه درسته. چهار، آقا افزایش کربون دیوکسید با پهاش خون چه رابطه ای داره؟ هزار دفعه فکر میکنم باز خودت مرور کردی این نکته رو یا خوندی در طول سال که CO2 و آب میشه H2O3. H2O3 یک اسیده، تجزیه میشه، میشه هاش مثبت و بیکربنات. خب این هاش مثبت تا حدی میتونه پهاش خونت رو تغییر بده. بریم سراغ سوال بعدی. سوال بعدی دقیقا دوباره در راستای همین واکنش تنفس یاخته‌ایه. گلوکوز و اکسیژن، فسفات و ADP، کربون دیوکسید، آب و ATP. میگه ماده B، خب دقت کن، در جذب ویتامین B12 در روده نقش دارد. آقا ماده B چیه؟ ATP. مگر B12 در روده به صورت درونبری جذب نمیشد؟ خوندیم دیگه درونبری جذب میشد، درونبری هم اندوسیتوز ATP مصرف میشه. این است. پس یک درسته. B، برومتیمول بلو در مجاورت ماده الف زرد رنگ میشه. بچه الف اکسیژنه. توی فعالیت کتابتون گفته ما یک سری شناساگر یا حالا به اصطلاح تابلو کننده حضور باید بگیم شناساگر برای CO2 داریم. میگه آباهک خودش بیرنگه، برومتیمول بلو هم آبی رنگه، اینا بهشون CO2 میخوره، این شیری رنگ میشه، برومتیمول بلو هم زرد رنگ میشه، به شرطی که CO2 بهشون بخوره بچه ها، نه اینکه بیاد بهشون یه وقتی خدای نکرده اکسیژن بخوره. خب دو هم چرت شد. سه، میگه ماده B فقط در بافت چربی تولید میشود. کی گفته؟ همه سلول های بدن ما توانایی تنفس سلولی دارن، مخصوصا حالا منظور سلول های زنده است و طبیعتا گلوبول قرمز هم بعد نظرمون نیست دیگه، به جز اینا بقیهشون توانایی تنفس سلولی دارن و ATP رو تولید میکنن. یه جور دیگه بگم هر سلولی که توانایی تنفس سلولی داره ATP رو تولید میکنه. چهار، ماده الف در مجاورت روده به هموگلوبین متصل میشه و در مجاورت روده گلوکوز با اکسیژن قاطی میشه. اکسیژن در مجاورت روده به هموگلوبین متصل میشه. در مجاورت ریه شش. این هم از سوال شماره 35. بریم سراغ سوال 36 در مورد کیسه‌های حبوبکی. میگه کدام گزینه در مورد شکل زیر درسته؟ خوب نگاه کن الف رو، نایجک بچه ها وجود داره. ب رو نگاه کنید بچه ها، ب نایجک چیه؟ مبادله ای. چرا؟ چون روش کیسه‌های حبوبکی داره.
الف میشه ناجک انتهایی. خب حالا شکل کتابش رو میارم با هم دیگه بررسی کنیم. خب اولین چیزی که این بالا باید یاد بگیریم، این داستان معروف به زبرا یا گورخره که قزروف ها رو میبینیم که به این ترتیب هر چی میاد پایین کمتر میشه تا جایی که من بهش میگم نایجک دیگه قزروف نداره. این یه نکته. نکته دوم، نایجک ها چون قزروف ندارن میتونن تنگ و گشاد بشن. یه فایده داره، میزان هوای ورودی و خروجی رو واپایش میکنن. این دوتا نکته. نکته خیلی مهم بعدی که نکته سومه اینه بچه ها، من نایجک انتهایی دارم، نایجک مبادله‌ای دارم. یادت باشه نایجک فقط برای بخش هادی نیست، نایجکی به نام نایجک مبادله‌ای تو بخش مبادله‌ایه. نکته چهارم، نایجک مبادله‌ای بچه ها در ابتدا قبل از کیسه یه حبابکی دو تا کیسه حبابکی تکی متقابل بهش وضع شده. نگاه کنید، این یکی این یکی، دو تا بهش وضع شده، این هم یکی یکی. طبق شکل کتابتون، حالا درست علمی غیر علمی بیخیال، آقا طبق شکل کتاب قابلیت استفاده رو داره. پس کیسه حبابکی، حبابک، نایجک مبادله‌ای، دو تا حبابک تکی، نایجک انتهایی و نایجک هم که کلا بحث قذروفش منتفیه، ولی حواست باشه ها، همه اینها دارای چی هم بچه ها؟ مخاط موجکدار. بعد نکته که داره چی میگه؟ میگه مخاط موجکدار در نایجک مبادله‌ای به پایان میرسد. کیسه ی حبابکی من دارای سلول‌های درشتخوار یا حالا به اصطلاح ماکروفاژه که کمک میکنه ناخالصی‌های هوا رو پاکسازی کنه. پس من یادم باشه همه نایجکام مخاط موجکدار رو دارن. میگم سوالو نگاه میکنیم، یه الف برخلاف ب دارای ترشحات مخاطی. همین الان گفتم همه نایجک ها اون مخاط رو دارن. دو، ب برخلاف دال میتواند هوای تنفسی رو از گرد و غبار پاکسازی کنه. ب رو ببینیم چیه. ب نایجک مبادله ای نشد. این پاکسازی مال کیسه حبابکی و یا داستان خود حبابک هاست که دارای ماکروفاژن. دو هم غلطه. سه، جیم هماننده به میتواند تنگ و گشاد شود. جیم، خب حبابک ها که خب تو هوا اینجوری تنگ و گشاد میشن. به اینم نایجک انتهایی مونه. بله کاملا درسته، هر دو میتونن تنگ و گشاد بشن. چهار، الف، البته ببینید این تنگ و گشاد میشه برای اینکه خالی و پر میشه از هوا، این تنگ و گشاد میشه برای واپایش مقدار هوای ورودی یا خروجی. چهار، الف همانده جیم جزو بخش مبادله دیگه، اصلا تابلو غلطه دیگه. الف هادی، جیم مبادله. تموم شد رفت به یه کاش. اما 37، یه تست جوندار و نفسگیر. خب میگه چند مورد از موارد زیر نظر درست یا نادرست بودن مشابه جمله زیره. شما اول بعد جمله زیر رو ببینید درست یا نادرست، بعد حالا بری ببینید بقیهشون چه شکلیه داستان. همه فرایندهای سلولی یا یاخته‌ای را درشت مولکول‌های با مونومرهای آمینو اسیدی انجام می‌دهند. این جمله کاملا غلطه. خب دیدیم که جمله غلطه، حالا الف رو بخونیم. میگه نفس کشیدن یکی از ویژگی‌های آشکار در همه جانوران است. خب نفس کشیدن یکی از ویژگی‌های آشکار در بسیاری از جانوران است. همونطور که خیلی حالا تاکید کردم، من بخشای اول هر گفتار یا فصل رو هم بخونید، خیلی اصلا نگاه نمی کنن اینجا رو. نفس کشیدن یکی از ویژگی های آشکار در بسیاری از جانوران است. دیدی از کجا میتونن بهت ضربه بزنن؟ بیایم چه به در آخرین انشعاب نایجک در بخش هادی مخاط موجکدار به پایان میرسد. نکته ای که تو تست والا هم بررسی کردیم و گفتیم این غلطه، تا نایجک مبادله ای بحث مخاط موجکدار رو داریم. جیم، گروهی از یاخته های دیواره حبابک باکتری ها و ذرات گرد و غباری را که از مخاط موجکدار گریخته اند نابود میکنند. نشد. ماکروفاژ ربطی به سلول های دیواره حبابک نداره. دال، مخاط موجکدار با پایان یافتن پوست نازک در بینی آغاز میشود که تا قسمتی از بخش مبادله دستگاه تنفسی ادامه یابد. کاملا درسته، تا سر نایجک مبادله. این عبارت غلط بود. میگیم کدوماش مشابه اینن؟ الف، ب، جیم مشابه ایشون و غلط. بریم تست بعدی.
کدام عبارت زیر در مورد حمل گازها در خون درست است؟ در صورت ورود 300 تا مولکول CO2 به خون، اختلاف تعداد یون های هیدروژن و تعداد CO2 متصل شده به هموگلوبین برابر 141. میگه چطوری؟ اینطوری. الان برات حساب میکنم، نگاه کن. خب دقت کن آقا جان. روش های انتقال CO2 7% پلاسما 23% هموگلوبین 70% بیکربن. خب آقا ما در مورد بیکربنات چی خوندیم؟ CO2 با آب قاطی میشه، میشه H2SO3. این H2SO3 سریع تجزیه میشه به هاش مثبت و بیکربنات. نکته ای که از متن کتاب درسی میشه استخراج کرد اینه که این قضیه داخل گلوبول قرمز رخ میده، نه داخل پلاسما. چون تو متن کتاب میگه، میگه بعدن بیکربنات از داخل گلوبول قرمز خارج شه، پس یعنی اون تو تولید شده که اونجا میخواد خارج شه. این نکته. نکته دوم، به دو روش برات حلش کردم. روش اول میگیم آقا 300 تا CO2، 300 یعنی 3 ضرب در 100. خب من با 100 حساب میکنم، 7% میشه 7 تا، 70% میشه 70 تا، 23% هم میشه چند تا؟ 23. 70 رو از 23 کم میکنیم میشه 47. خب این برای 100 تا CO2 بود، برای 3 تاش میشه 3 ضرب در 47 که میشه 141 اختلافشه. چرا خواسته؟ میگه اختلاف هاش مثبتی که اونجا به هموگلوبین چسبیده با CO2 که به طور مستقیم چسبیده، 23% مستقیم میچسبه، این 70% میاد تو این مسیر هاش مثبتش به هموگلوبین میچسبه. روش دوم، ماشین حسابم نمیخواد، ببین قشنگ حالت های ضربیشو برات نوشتم. 300 ضرب در 70 تقسیم بر 100، صفرهای 100 با صفرهای 300 میره میشه 3 ضرب در 70 210، 3 ضرب در 23 69، این دو تا رو از هم کم میکنیم میشه 141. به همین راحتی و همین خوشمزگی بریم سراغ ادامه کار. گزینه 2، یک که درست بود، میگه مولکول H2SO3 ایجاد شده توسط آنزیم انیلاز کربونیک به صورت در خوناب تجزیه میشه که همین الان توضیح دادم در داخل گلوبول قرمز این تجزیه رخ میده. 3، در مجاورت شوشا همانند بافتای مایعچه‌ای تنها یک نوع ماده از هموگلوبین جدا میشه. نشد در مجاورت شوش ها اون هاش مثبتی که چسبیده به هموگلوبین باید جدا شه، واکنش دقت کنه برگشت پذیره، باید برگرده مجدد CO2 تولید شه که از شوش ها خارج شه. 4، توالی آمین اسیدی هر زنجیره هموگلوبین با هیچ یک از زنجیره دیگر آن مشابه نیست. نه خیر، 4 تا زنجیره پلی پپتید داره که 2 به 2 با همدیگر مشابه هستند. خب بریم سراغ 39. در یک انسان سالم و بالغ در زمانی که دیافراگم در حال جای خالی هست، جای خالی. آقا زمانی که دیافراگم در حال استراحته یعنی گنبدی شکله، ممکن نیست برخی مایچه‌های اسکلتی دیواره شکم در حال انقباض باشد. خب آقا در بازدم عمیق مایچه‌های شکم کمک میکنه، دیافراگم هم در حال استراحته در حال بازدم، پس اتفاقا میتونه مایچه‌های اسکلتی دیواره شکم در حال انقباض باشه. 2، در پایان انقباض دیافراگم در حال پایان انقباض داره حالت مسطح کم کم گنبدی میشه. خب حجم هوای درون شوش ها معادل حجم هوای باقی مانده و حجم هوای جاری است. بریم رو نمودار اینو من بهتون نشون بدم. شکلی که نگاه میکنیم هوای جاری، ذخیره دمی و ذخیره بازه. وقتی در مورد دیافراگم صحبت میکنی کلا هوای جاری حواست باشه. خب شروع انقباض دیافراگم اینجاست، پایان انقباض دیافراگم اینجاست، شروع استراحتش اینجاست، پایانش اینجاست. حالا ببین وقتی پایان انقباض رو نگاه میکنی اینقدر هوا توی شوشت باقی مونده، هوای باقی مونده که هست، هوای ذخیره بازدمی هم هست خارج نمیشه مگر با یک بازدم عمیق، و حجم هوای جاری هم که خب در انتهای دم هنوز داخل شوش همون باقی مونده. نکته بسیار مهمی بود. خب 2 غلط میشه، چون گفته حجم هوای درون شوشا در پایان انقباض دیافراگم معادل حجم هوای باقی مانده و حجم هوای جاری است. ذخیره دمی رو نگفته، ذخیره بازدمی رو نگفته. 3، میگه در هنگام استراحت فشار منفی یا مکش ایجاد شده درون سیارگی قفسه سینه، این داستان کلا واسه دمه، پس در چی میشه بچا در حالت انقباض، چون دم مربوط به انقباض دیافراگم. اینو تو فصل گردش مواد فصل جلوتر خواهیم داشت. 4، شروع انقباض در دیافراگم افزایش فشار منفی بین دو لایه پرده جلد سبب
باز شدن بیشتر هوبک ها می شود. خب دقت کنید بچه ها، این دوتا فرض میکنیم دوتا پرده جنب، وقتی که در دم اینا فاصله میگیره با قفسه سینه، اون یکم باش کشیده میشه. خب فشار منفی بین دوتا پرده جنب ایجاد میشه، هوا که نیست تقریبا، یه حالت خلطوری. وقتی این کشیده میشه، این یکی هم میکشه سمت خودش، اینکه میکشه سمت خودش، این طرف هوبک کشیده میشه، فشار منفی یا ساکن ایجاد میشه، هوا رو میکشه داخل هوبک. این هم از سوال شماره 39.